سلام به همه دوستان خوبم، بچه های عزیز، شبتون بخیر. طاعات و عبادات قبول. میدونم که بعضیاتون روزه بودید، مشغول خوردن افطارید، خب اما کلاس رو هم از دست ندید. ایشالله که مثل همیشه کلاسم خیلی زود و تند و سریع میگذره. سلام به همه تون. یوسف پوربافرانی، علیرضا روحانیان، آیلا شجاع، سلام، مرسی، امیر محمد، لاریسا عدلدوست، خیلی زیادید ماشاءالله، ابوالفضل باقرپور، عرفان خیراندیش، تبسم، بهار زکیزاده، نمیتونم تونتون رد میشه، دنیا سادات، رضا مجیدی، آرش حقجو، پویا مریخی، هانیه طاهری، خیلی زیادید ماشاءالله، آیسان اورایی، امیرعباس علی بیگی و همه تون. سلام به روی ماه همه تون. من اگه بخوام اسمارو بخونم مطمئنم بعد 10 دقیقه یک رو به اسم بخونم فقط. خب کاری که انجام میدیم، ما جلسه قبل تا یک جایی از فصل یک با نمونه سوالاتی رفتیم جلو، رسیده بودیم به مبحث احتمال تقریبا که دیگه زمانمون تموم شد. ایشالله امروز بقیه ماجرا رو با هم ادامه میدیم و فصل یکمون رو تموم میکنیم. ما 11 جلسه داریم و 8 فصل عملا، که من بعضی از فصلها که مهمتره خب برای زمان بیشتری میذاریم و بعضی از فصلها که حالا میشه سریعتر ازش رد شد ازش عبور میکنیم که بتونیم کل ماجرا رو ایشالله به امید خدا جمع کنیم. من از حسین آقا تقاضا میکنم که طبق معمول دست ما رو بیاره سمت چپ، چون من هی بخوام بیام این ور جلوی شما یه مقداری برای شما شاید سخت بشه، اینجوری خیلی جلوی تابلو، جلوی LCD خودم رو مزاحم دیدن شما قرار نمیدهم. و دست من رو هم برام اگر بذاره، دست معروف، آها دستم هم اومد، خیلی خوب. ما جلسه قبل رفتیم و یه سری سوال حل کردیم، رفتیم با خط خوب منم که همه آشنا هستن و همه میتونن بخونن، از اینا سوال حل کردیم، رفتیم جلو از اینا حل کردیم. اینا سوالایی که به نظر من سلکتشون کردم، اگر اینا رو ندونید دچار مشکل ممکنه بشه توی حل بعضی از سوالات. رسیدیم به اینجا، سوال 11 رو حل کرده بودیم که چند مجموعه سه عضوی دارد که عضوهای آن برابر 15 و عدد عضو 4 آن است، این رو حل کردیم. رسیدیم به اینجا، یک مجموعه 10 عضو دارد، این مجموعه چند زیر مجموعه دارد که تعداد اعضایشان فرد است. یه نکته میگم، تو خیلی از تستا به دردم میخوره دوستان خوب من، دوباره به همتون سلام، کلی سلام میبینم روم نمیشه نگاه نکنم. خب بچه ها نکته رو یادداشت کنید، نکته تعداد عضوهای زیر مجموعه های یک مجموعه. خب ببین، من مجموعه یک عضو، زیر مجموعه یک عضوی دارم، دو عضوی دارم، سه عضوی دارم، چهار عضوی دارم با توجه به تعداد عضوهای مجموعه هم. بچه ها خیلی جالبه، نصف تعداد همیشه فرده، نصف تعداد عضوهاش فرد هست، نصف تعدادم عضوهاش چیه؟ زوج. ببینید مثلا عرض میکنم، فرض کنید که مجموعه مثلا آ مساویه با 1, 2 و 3، 8 تا زیر مجموعه داره. شما 8 تا زیر مجموعهش رو که بنویسید، 4 تا دونش یک عضوی ها و 3 عضوی هاست، بعد 4 تا دونش هیچ عضوی که صرف عدد زوجه، 2 عضوی و همین که حالا من بیام اینجا بنویسم، فکر میکنم قشنگ متوجه بشید. من زیر مجموعه اینو مینویسم اینجا، ببینید، توهی، بعد 1, 2, 3، خب حالا دوتایی ها 1 و 2، 1 و 3، 2 و 3، یکی هم کلش 1, 2, 3. از این 8 تا ببینید چند تاش تعداد عضوش فرده، این فرد تعداد عضوش، این فرد تعداد عضوش، این فرد تعداد عضوش، این فرد تعداد عضوش. 3 تا دونه از زیر مجموعه تعداد عضوش فردن و 3 تا دونه از زیر مجموعه تعداد عضوش زوجن. پس جواب این سوال می شود، مجموعه که 10 تا عضو داره 2 به توان 10 زیر مجموعه دارد، یعنی 1024 زیر مجموعه داره، 512 تاش
تعداد عضوهای زیر مجموعه ها فرده. اگر همه این رو فهمیدن گزینه دوشو بزنن که من خیالم راحت بشه سریع از روی اینا ردشیم بریم. اگر همه فهمیدن گزینه دو که من پاسخ سوال هست رو بزنن که سریع عبور کنیم ازش و بریم. خدا رو شکر 100% گزینه دو رو زدن و این نکته یادتون باشه، خیلی جواب دردمون میخورد. میرم سراغ سوال بعد. بچه ها این سوال معادله های توانی توش تشکیل میشه، معادله هایی که مجهول ما توی توانه. بخونیم ببینیم چی گفته. من یکم سریع میرم که بتونم کار رو جلو ببرم دیگه. با عرض معذرت از همه دوستانی که دلشون میخواد بیان با هم دیگه حرف بزنیم. اگر به تعداد عضوهای یک مجموعه دو عضو اضافه شود، زیر مجموعه های آن 48 واحد اضافه میشود. ببینید، من اگر زیر مجموعه من تعداد عضوش n باشه، دو تا دونه که بهش اضافه بکنم تبدیل می شود به چی؟ به n به علاوه دو عضو. خب زیر مجموعه هاشون چی میشه؟ زیر مجموعه های این اگر بشه دو به توان n، اینجا خب می شود دو به توان n به علاوه دو. داره به من چی میگه؟ میگه اگر دو تا به عضواش اضافه بکنم به تعداد زیر مجموعه هاش 48 واحد اضافه میشه. یعنی این از این 48 واحد کمتره، یا این حالت دوم که بزرگتره منهای حالت اول میشود 48، چون این تعداد زیر مجموعه هاست. پس من مینویسم دو به توان n به علاوه دو منهای دو به توان n شد 48. ما به این میگیم یک معادله توانی، یا نمایی هم بهش میگن یه جورایی. خب این معادله توانی من باید دو راه دارم برای حلش. اگر تست باشه بچه ها، با جایگذاری گزینه ها شما میتونید مثلا جواب پیدا کنید. بیاید مثلا این 10 رو بذارم، دو به توان 10 به علاوه 2 میشه دو به توان 12 میشود مثلا چی میدونم 4096 منهای فلان 48 نمیشه، 8 رو میذارم. دو به توان 8 به علاوه 2، دو به توان 10 منهای 2 به توان 8 1024 منهای 2 به توان 8 که 256 48 نمیشه، 6 رو بیام بذارم. دو به توان 6 به علاوه 2، دو به توان 6 به علاوه 2 میشه دو به توان 8 یعنی 256 منهای 2 به توان 6 یعنی 64 48 نمیشه. خب بیام 4 رو قرار بدم، 4 رو که قرار بدم چه اتفاقی میفته؟ میشود دو به توان 4 به علاوه 2 منهای 2 به توان 4 میشود دو به توان 6 منهای 2 به توان 4 که همون 64 منهای 16 که دقیقا میشود 48. پس جواب من میشود گزینه شماره 4. البته من میتوانم بدون اینکه گزینه داشته باشم هم این تست رو چیکار کنم؟ حل کنم. یکی از بچه‌ها زده آیناز مردانی، آیناز از شاگردای خوبمونه، میگه استاد من توانهای دو رو حفظ کردم، آیا لازمه که سه رو حفظ کنم؟ بعضی‌هاشون بچه‌ها مثلا 3 به توان 3 27، 3 به توان 4 81، 3 به توان 5 243 بیشتر نمیخواد دیگه، حالا شما هی بخوای همه رو حفظ کنید. یا دو به توان 10 از اون توانه که اگه اینو بلد باشی میتونی بالا پاییناشو با این به دست بیاری. دو به توان 10 1024، خب 11 میشود 2048، 12 میشود 4096، از اون و دو به توان 9 1024 تقسیم بر 2 میشود 512. خب اینم از این سوال. هر کی این رو فهمید گزینه 4 شو بزنه، من خیالم راحت شه برم. البته محشاد گفته یه بار دیگه توضیح بدید، محشاد شریفی، اما شما یه گزینه بزنید ببینید چند نفر اینو فهمیدن که هر کی فهم ببینم یه آماری دستم بیاد با هم دیگه من دوباره براتون توضیح خواهم داد. خب گزینه‌ش هم گزینه شماره 4، 96%تون فهمیدید، آفرین محشاد. اما عیب نداره، تو هم باید یاد بگیری، کسی قرار نیست دست خالی بده. بماند که بعضی وقتا دو دفعه من توضیح بدم تو اون موقع تمرکز نداری. فیلمو یک بار نگاه کنید بچه‌ها، حله، خیالتون راحت. ببینیم چی کار بکنیم. ببین میگه تعداد عضوهای یه مجموعه n، خب دو تا بهش اضافه میکنم میشود چی؟ n به علاوه 2. خب تعداد زیر مجموعه اگه تعداد عضو n باشه تعداد زیر مجموعه میشه 2 به توان n. خب اینم اگه تعداد عضوش n به علاوه 2 باشه تعداد زیر مجموعه میشه و 2 به توان تعداد عضوها، 2 به توان n به علاوه 2. خب پس این زیر مجموعه های n عضوی است، این زیر مجموعه های n به علاوه 2 عضوی. میگه
این 48 تا دونه زیر مجموعه از این بیشتره. پس 2 به توان n به علاوه 2 محشاد منهای 2 به توان n می شود 48. حالا این معادله توانی رو با جایگذاری گزینه‌ها موفق شدم چیکار کنم؟ توضیح بدم. خب خدا رو شکر درصد اونم یکم رفت بالاتر، تقریبا نزدیک 100 شد. عالی. همه فهمیدن؟ حالا راه حل تشریحی دارد؟ بله، از 2 به توان n فاکتور میگیرم. راه حل تشریحی میخواهید؟ من میخوام سریع برم، ولی یه چیزی به من میگید، وجدان من رو قلقلک میدید و من رو وارد تله میندازید میکنید. این کار رو نکنید، بذارید سرعتمون رو حفظ کنیم بچه ها. ولی خب عیب نداره، سوال دارید دیگه، چرا نپرسید؟ بپرسید، عیب نداره. ببینید اینجا همه نگاه کنید. آقا قبول دارید 2 به توان n به علاوه 2 2 به توان n ضرب در 2 به توان 2 یعنی ضرب در 4 منهای 2 به توان n شده 48. از یه 2 به توان nش فاکتور بگیرم از اولی 4 میمونه، از دومی که ازش فاکتور خودشو فاکتور گرفتم یکی میشود 48، این 3 هست. 2 به توان n میشود 48 سوم که میشود 16، 2 به چه توانی میشود 16 به توان 4. اینم برای اون دوستانی که میخواستن تشریح یاد بگیرن. حالا فیلم رو بعدن میذاری یه بار کامل یادداشت میکنی، من دیگه وای نمیستم. این سوال 14 سوال قشنگ مهم و یه مقداری واقعا سخته، یعنی سوال سنگینیه که یه زمانی تو آزمون‌های تیزهوشان سال قبل اومده بوده. همه به من گوش کنید، میخوام این سوال رو با هم دیگه حل کنم و همه تون تمرکز کنید تا یاد بگیرید. بعضی وقتا خوندن سوال از حل کردنش سخت‌تره، فهمیدنش از حل کردنش سخت‌تره. چجوری؟ میگه یک مجموعه 6 عضو دارد. خب من فقط برای اینکه شما بفهمید میام مسئله رو به زبان ریاضی قدم به قدم می‌نویسم. میگه 6 تا عضو داره. خب عضو شماره 1، عضو شماره تو تست قرار نیست این کارا رو همه رو بکنی، ولی من اینجا انجام میدم. عضو 4، عضو 5، عضو 6. 6 تا عضو داره دیگه، که میگه جمع عضواش هم چیه؟ 40. پس من میدونم که جمع این 6 تا عضو 40. 6 تا عدده که رو هم دیگه اینا رو جمع کنم میشود 40. اینا عضوای یه مجموعه است. میگه همه زیر مجموعه های آ رو در نظر بگیرید. این مجموعه من اسم مجموعه که اینو تولید کرده بوده چی بوده؟ آ بوده. میگه همه زیر مجموعه های این رو بنویسید. یا بسم الله خدای خودت رحم کن. زیر مجموعه های تعداد زیر مجموعه های آ با اجازتون میشود 2 به توان 6 که میشود چی؟ 64. یعنی اگر شما آدم علاف بیکار عاطل باطلی باشید که الان افطاری رو خوردی باد کردی نمیدونی میخوای چی کار بکنی، بعد شروع کنی پیش خودت بگی که یه مجموعه 6 عضوی مینویسم، میخوام همه زیر مجموعه هاشو بنویسم. 64 تا زیر مجموعه داره. توهی، یک عضویا، دو عضویا، سه عضویا، چهار عضویا، پنج عضویا و 6 عضوی که خودش یه دونه است. خب حالا اومده چی داره به من میگه؟ میگه تمام اعدادی که تو این 64 تا آکولات نوشته رو با هم جمع کن. خدا به دادمون برسه، تو 64 تا آکولات نوشتی زیر مجموعه هاش، تو هر کدوم مثلا یک و دو، یک دو سه، چهار، 64 تا همه رو داره چی به من میگه؟ میگه همه زیر مجموعه های آ را در نظر بگیرید، یعنی 64 تا را در نظر بگیرید، حاصل جمع اعضای هر کدام را روی تخته سیاه یادداشت کنید. جمع یادداشت شده کنم است. من اینا فقط برای اینکه بفهمید میگم. ببین مثلا توهی که هیچ عضوی نداره، پس اعضاش میشه چند؟ 0. یک عضویا، خب این یه دونه عضو، مثلا اگه 1 تا 6 باشه اینم 6 تا عضو، پس تعداد عضواشو میگه بیا با هم جمع کن. 1 به علاوه 2 به علاوه 3 به علاوه 6. بعد دو عضویا مثلا 1 و 2 و 1 و 3، بعد برو حالا همه عضوا اینا رو جمع کن. 1 به علاوه 2 3، 1 به علاوه 3 4. یعنی تو تمام عضوای تو اینا کلادا با هم جمع کنی بعد رو هم دیگه بریزی. خب این خیلی سخته اگه این کارو بخوام بکنم، اما یه نکته کوچولو خیلی جالب داریم، نکته رو یادداشت کنید. هر عضو از مجموعه آ در نصف زیر مجموعه ها حضور دارد. آقا یه نکته جالب داره،
یعنی اگر یه عضو مجموعت یک باشه، تو این 64 تا زیر مجموعه تو 32 تاش یک میبینی. اگر یه عضو مجموعت آدو باشه، تو توی 32 تا از این زیر مجموعه ها آدو رو میبینی، دیگه تو 32 تای دیگه وجود نداره. یعنی این نکته به این چقدر کمکم میکنه. من میفهمم که هر کدوم از این اعضا در نصف تعداد زیر مجموعه دیده میشه. خب یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی من دارم اینو اینجا بچه ها اینطوری میفهمم، من 32 تا آیک داره خواهم داشت، پس 32 ضرب در آیک. حالا آیک ممکنه عضو شماره یک 5 باشه، یک باشه، هر چی باشه. 32 تا هم از عضو دوم خواهم داشت و 32 تا هم از عضو چی؟ ششم. مگه من نمیخواستم اینا رو با هم جمع کنم؟ خب اگه 32 اش که فاکتور بگیری چه اتفاقی میفته؟ آیک به علاوه آدو به علاوه آشیش. خب یا خدا ساده شد دیگه، حل شد. مگه آیک به علاوه آدو تا آشیش 40 نبود؟ پس 32 ضرب در 40 میشود 1280. حالا یکی میگه آقا مگه تو کتاب درسی جایی به ما گفته بودش این قضیه رو که هر عضو از مجموعه در نصف تعداد زیر مجموعه ها دیده میشه؟ کاملا حق با شماست. یکی از مشکلات سیستم آموزش ما اینه که مثلا میام الف با یاد میدیم، بعد تو امتحان از طرف میخوایم که مثلا یه انشا بنویسه مثلا 50 خط. این مشکل رو ما داریم دیگه. آزمون هایی که متاسفانه میگیرن گاهن انقدر سوالات خلاقانه است، انقدر سوالات سخته که دیگه انصافا نمیتونیم بگیم در حد دانش آموز سال نهمه. من از 10 تا سوال گاهن خودم جلوم میذارم تو یکی دو تاش مثلا 10 دقیقه فکر میکنم تا به جواب برسم. بعضی وقتا سوالا ایراد داره، با دو جور مثلا دیدگاه میشه حلش کرد. متاسفانه این ایراد داره و اینم به خاطر اینکه همه چیز سلیقه‌ایه. یعنی اینکه شما مطمئن باشید که ممکنه امسال سوالا خیلی آسون بشه، یه دفعه ممکنه انقدر سخت بشه که هیچ توجیهی براش نداشته باشیم. اما چیزی که مهمه شما تصمیمتو بگیر که ریاضی یاد بگیری. نگران چیزی به اسم آزمون که آیا آقا این سوال توی آزمون میاد یا نمیاد هیچکی نمیدونه. پس شما این نگرانی رو بذار کنار، تمام تلاشتو میکنی، اعتماد به نفستو میبری بالا و ایشالله نتیجه میگیری. خب حسین یه آهنگ برام بچه‌ها ببینیم چند درصد. این سوال مهم بود برام، اینم بزنید چند درصد تونستید گزینه فهمیدید. چون فرضم واقعا برای اینکه اگر ابتدا به ساکن بدیم از این تقریبا اگر آمار جدیدونه ندارم 1000 تا بودیم قبلا. خب خیلی ها نتونستن، شاید مثلا 990 نفر اگه مگر اینکه این سوال قبلا دیده باشن. ببینیم چند درصد فهمیدن توضیح منو، گزینه شماره 2 رو چند درصد فهمیدن. خب 51 درصد الان کمه. نادیا خیلی ها میگن من نفهمیدم. نادیا پیروار میگه من نفهمیدم و بعضی. خب من 83 درصد شد. یه توضیح کوچولو دیگه میدم. نادیا گوش کن، نادیا گوش کن. به من میگه مجموعه 6 تا عضو داره، A1 A2 A3 A4 A5 A6. میگه جمع این 6 تا عضو 40. غیر از اینه مگه؟ 40 تا. حرفش اینه میگه بیا تمام زیر مجموعه های این 6 تا عضو رو بنویس. مجموعه 6 عضو رو 64 تا زیر مجموعه میشه. تو هر کدوم از این زیر مجموعه چند تا عدده دیگه؟ 1 و 2 1 و 4 5 و 6. میگه همه رو با هم جمع کن بگو چند میشه. و من یه حرف نکته بهت گفتم، گفتم هر یه دونه از این عضوا در 32 تا دونه از این آکولادا دیده میشه، در 32 تا دیگهش وجود نداره. مثلا عدد 1 توی 32 تا آکولاد دیده میشه، عدد 2 توی 32 تا آکولاد دیده میشه. پس من 32 تا 1 دارم، مثلا اگه عضوام 1 تا 6 باشه 32 تا 2 دارم، 33 تا 6 دارم تا آخر. خب اگه 32 اش که فاکتور بگیرم میشه A1 A2 تا A6، جمع اینا رو به من داده 40. 32 ضرب در 40 میشود 1280. آفرین به شما، عالیه. 92 درصد فهمیدم. باورتون میشه من بعضی وقتا شده این سوال مثلا برای آدمایی به صورت خاص توضیح دادم چند بار و آخرش گفته من نمیفهمم. اما اینکه اینقدر خوب میفهمید عالیه. بعضی میگن استاد از راه دیگری هم میتوانیم حل کنی. ببین انقدر شما هوشتون بالاست به راههایی میرسید که منم تا حالا بهش فکر نکردم. من اینو تو کلاسمون زیاد دیدم. اما من خودم به غیر از این راه واقعا به راه دیگه فکر نکردم. یه راهش اینه که همه رو بنویسم شروع کنم جمع کردن، که خب بسیار وحشتناک میشه. یه راهش اینه. چیز دیگه ای من الان در حال حاضر به ذهنم نمیرسه. اما اگر بعضیاتون به راه حل جدید برسید خوشحال میشم که به من اطلاع بدید. حالا حسین یه ذره آهنگ
شادکنک برای ما میذاره که ما روحمون شاد بشه. این سوالو با هم دیگه فکر کن ببین میتونی حلش بکنی یا نه، ببین چی کار میکنی. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر برقصا. آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسباب و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو. خب جواب هر کی داده بزنه، من اصلا ببینم چند درصد چی زدید. الان مثلا یک بار حسین جان لطف میکنه گزینه ها رو برای ما صرف میکنه، اگر این درست باشه 33% گزینه یک رو زدن، 66% گزینه یک رو زدن، آفرین به خیلیا، 11% 2, 3, 4 هم حالا 1% و 5%، یعنی 78%. الان من آفرین گفتم، بعضی گفتن یکه، ولی من الان یه جور میخوام برای توضیح بدم که اگر از این سوالا جلوت گذاشتن راحت بتونی باش دست و پنجه نرم کنی. اول از لحاظ روانی، تا این سوالو میبینه طرف هنگ میکنه یا خدا اینا چیه. این منم مثل شما، یعنی شما وقتی قیافه سوالو میبینی معمولا اونجا قلبت میفته، کف پات کار تموم میشه، همونجا دیگه میگی نمیشود حل کرد، خدا به همراهتون. بچه بهنام مثل این که پول داده ثبت نام کرده، میگه استاد پس چرا این جلسه هم رایگانه؟ ناراحته بهنام، این جلسه دیگه رایگانی ها تموم میشه، هفته اول رایگانه، از یک شنبه دیگه پولکی میشه. حالا بهنام هیچ ضرر نکردی، همه هم با هم دوستیم و مطمئنم خیلی از بچه هایم که الان رایگان اومدن ثبت نام میکنن انشالله. خب بریم بهنام، هرس نخور بهنام، ولش کن. بچه برای حل این سوال، این اگره یعنی شرط مسئله میاد کلید حل سواله. داره میگه پی منهای آر شده پی، منهای دوتا مجموعه یعنی چی بود؟ قرار بوده که از روی پی آر رو بردارن و خودش شده، یعنی پی و آر اشتراکشون توهیه. یعنی من از این دارم میفهمم چی؟ میفهمم من از این دارم میفهمم که پی اشتراکش با آر توهیه. چرا؟ چون از پی یه چیزی برداشتم هیچی کم نشده، خب من باید عضوای مشترک رو بردارم دیگه، بعد که دوتا مجموعه رو از هم کم میکنی از اولیه چیزی که توی دومی هست میریزی بیرون، هیچی کم نشده، پس اینا پی و آر توهیه. سریع میرم سراغ نمودار ون، چون با این نمودار ون دیگه راحت میتونم کارم رو پیش ببرم. حالا که فهمیدم توهیه، یه مجموعه پی یه مجموعه آر اشتراک هم ندارم با هم دیگه، نمودار ون کار منو تو حل مسئله ساده میکنه. چجوری ساده میکنه؟ بیاید با هم بریم. خب اول آر منهای پی، از آر پی رو بردارم، بیا الان با نگاه که از آر پی رو بردارم هیچ بلایی سر آر نمیاد، اصلا آر هیچی ازش کم نمیشه چون قسمت مشترک ندارن، پس این خود چی میشود؟ آر. حالا دوباره شده پی منهای آر، از پی دوباره آر رو بردارم، آیا از پی چیزی کم میشود؟ خب وقتی اینا از هم جدا، از پی تو بگو عضوی که تو آر رو بریزیم بیرون، میگه آقا هیچ عضوی از آر تو من نیست، خودم میشم، پس جواب کل این کروشه اول میشود خود پی. یه بار دیگه توضیح میدم، من از این که گفته بود از پی آر رو بردارم و خود پی میشه فهمیدم دوتا مجموعه جدان، اشتراکشون چیه؟ تویی. اومدم سراغ نمودار ون، دوتا شاسکولی کشیدم، دوتا گردالی، دوتا مجموعه که هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن. بعد اینجا چیکار کردم؟ حالا اومدم اینو ترجمه کردم دونه به دونه،
آر منهای پی یعنی از آر پی آر بریزم بیرون، دیدم خودش میمونه دست نخورده آر. پی منهای آر خود پی میشه، پس این شد چی؟ پی. حالا اینجا میگه پی اجتماعش با آر یعنی جمع این دوتا، اینم کاریش نمیتونم بکنم، پی اجتماعش با آر یعنی جمع این دوتا. میگه اشتراکش با پی، جمع این دوتا اشتراکش با پی میشه خود چی؟ خود پی. یعنی بچه این سوالای این مدلی از این شرط ها که میده از اون میتونی یه نتیجه بگیری که سریع کل سوالو باش چیکار کنی، آنالیز بکنی. و چیزی که اینجا مهمه اعتماد به نفسه. اگر به خود تا سوال میبینی بگی حل نمیشود دیگه حل نمیشود، اما اگر بگی بذار شروع کنم ببینم چی میشه 50% به سمت موفقیت رفتی، و اگر بگی مطمئنم که حل میشود به احتمال 90% حلش میکنی. همیشه هم یه مقداری شانس وجود داره، یه مقدار استرس کار آدمو خراب میکنه، یه مقدار بدشانسی همیشه چاشنی کار است. و ایشالله که همه فهمیده باشن 92% اوتومات خودشون این سوال گزینه یک رو زدن. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. فصل یک از اون فصلایی که سوالای تیزهوشانی توش زیاده. من فصلای دیگر میتونم با سرعت بیشتر برم جلو، ولی فصل یک یه بحثی داره که یه دفعه دیدی 3 تا 4 تا از سوالات از این مبحث بود و خوبه که تسلط داشته باشیم روش. خب سوال شماره 16. حسین اگه کسی مشتری وصلش کن، یه نفر با همش من حرف بزنم یه سره، شما بشینید هم من خسته میشم هم شما خوابتون میبره. پس ما سلام فرزندم، چطوری؟ خوبه، شما خوبین؟ قربان شما، خودتون رو معرفی میفرمایید. ماهده باقری هستم. استاد یه بار دیگه تون گفتی. ماهده باقری هستم. ماهده باقری، تو از کجایی؟ قبلا هم اومدی یه دفعه ماهده همین جد. آره من گفتم اسم شهرمون، مال خراسان جنوبی، اسم شهرم گزیک. راست میگه، ماهده تا رو دور خوششانسی افتادی. بچه های خراسان خوششانسن، مهدی اکبری خراسان بود، ماهده هم خراسانه. حالا ماهده فقط مراقب باش که این اگه زیاد بیای یه نال نفرین میکنن. خب ماهده از سوال چی میفهمی؟ میگه اصلا تو به اون گزینه ها لطفا کاری نداشته باشی. اصلا به همین شکل اگه به تو بگن اینو بیا به زبان ریاضی بنویس، چی میگی بنویسم؟ من چی بنویسم از این؟ خب من الان دارم میبینم که اینجا آ کل مجموعش در نظر گرفته شده، اما قسمت بی از آ جدا شده. آها خب یه کل آ رو دارم، بعد میگه که قسمت بی از آ جدا شده. جدا شده. خب پس من چی میتونم بنویسم به نظرت؟ یعنی میتونیم بگیم که آمنهای بی رو ما داریم اینجا. خب یه حرف کامل داره به من میزنه ماهده، میگه که آقا اگه من به اون گزینه ها نگاه نکنم اصلا یه چیزی رو مطمئن اصلا سیه بود و نبودش. اشتراک آو سی رو ما داریم حتما. آره ببین اصلا میخواد بگه که فعلا سیه اصلا نبودش هم هیچ اتفاق بدی رو رقم نمیزنه. من میدونم که این قسمت هاشور خورده در وهله اول میشود آی منهای بی. بی آیا تو گزینه داریم اینو؟ آی منهای بی رو ما داریم، اما خب اینجا اگه ما قرار باشه گزینه سی رو کلا در نظر نگیریم که نمیشه. گزینه چی رو در نظر؟ سی رو در نظر نگیریم نمیشه. خب حالا ما فعلا یه چیزی میدونیم که این گزینه غلط نیست چون واقعا آی منهای بیه. خب تو حالا میگی که بیام گزینه در نظر بگیریم، پس حالا اینجا دیگه به نظر من بیام رو گزینه ها. چون اگه به من باشه میگم آی منهای بی تمام، چون حالا اصلا سی میخواد باشه میخواد نباشه، اما تو میگیم باید سی رو در نظر بگیریم. حالا ببینیم تو چی داری میگی. بریم به من باشه میگم آی منهای بی، بیا. خب آی منهای سی رو من رنگ میکنم. آی منهای سی گزینه 1 رو میخوام بچه‌ها بهتون نشون بدم با نمودار رو چجوری کار کنیم. آی منهای سی میشود این سبز رنگه و خب مطمئنن غلطه چون اجتماعش با سی میشه کل این. پس گزینه 1 چی شد؟ غلط شد. گزینه 2 رو که من میگم درسته، ولی ماهده میگه شاید گزینه های دیگه هم 3 رو باید در نظر بگیریم. خب بیا نگاه کنیم. بعدی میگه آ اشتراک سی. آ اشتراک سی ماهده مگه این نیست؟ آ اشتراک سی مگه این نیست؟ آره من دیگه به دقتی کلام وسطیه رو در نظر نگرفتم. حالا وایسا آی منهای بی رو هم بیار در نظر بگیریم. آی منهای بی هم کلش چی میشه؟ این تیکه. آره اون تیکه میشه. میگه اینا رو اجتماع بگیریم. اجتماع بگیریم که این آدم دماغدار میشه. به صد هم حساب میشه. بعد غلط میشه. میگه برو سراغ گزینه 4. میگه برو سراغ گزینه
چهار. خب بیا چهارم علامت. خب اشتراک همه اینا میشه اون دایی اون چیزه وسطی، این اشتراک همه شون پراندازه میشه این وسطیه. آیه منهای این وسطیه نه غلطه، آیه منهای وسطیه این میشود. آقا همین درست بود، گزینه دو درسته. کی گفته که چون اونجا سه گفته حتما باید تو جواب من سی هم وجود داشته باشه؟ اون سه انحرافیش بوده. شما داری به طور کلی نگاه میکنی، آی منهای بی داری اینجا میبینی کاملا درست. یعنی الان درصدا رو چند میزنید؟ یکی از بچه ها امیرعلی اکبرزاده ببینید چی گفته. استاد خسته نباشید، من کنکوری هم توی پنل کلاس رایگان افتاده بود، یکم اومدم گوش دادم. کاش همه مسائل ریاضی همین مجموعه ها باشن. امیرعلی تو که حالا داری کنکور میدی و بقیه دوستانی که بزرگترن، من خودم دارم تو تمام مقاطع درس میدم، بچه ها بسیاری از مشکلاتمون اونجا اینه که این پایه ها رو خوب برامون جا نیفتاده. واقعیتش اینه که خیلی از بچه هایی که دارن کنکور میدن، مثلا 50 جلسه اگر کلاس ریاضی میره، از این 50 جلسه به جرئت میتونم بگم 25 جلسهش نهم دهم داره یاد میگیره. سال 11 و 12 شما همه مطالبشو تو 20 جلسه 25 جلسه میتونی بگی. اینکه دبیران کنکور، معلمان کنکور هی انرژی میذارن سر اینکه حالا مخرج مشترک گیری یاد بگیریم، ریشه گیری یاد بگیریم، توان یاد بگیریم، یعنی مجددا شروع میکنن شخ میزنن کل ریاضی رو، چاره ای هم ندارن. پس بنابراین من به جرئت میگم که خیلی از کنکوریام که شیمی خوب نمیتونن بزنن، مثلا تستای چه میدونم مسئله های شیمی رو، چون تناسب خوب بلد نیست، تناسب تشکیل دادن بلد نیست. شاید خودش هم باورش نشه، اما اگه مثلا میومد کلاس هشتم تناسبش رو تقویت میکرد، اونجا خیلی راحت از پسش برمیومد. دوستان خوب من، بچهای کلاس نهم، دخترای گلم، پسرای عزیزم، حالا یه آزمون سمپات داری، یا قبول میشی یا نمیشی، فدای سرت. من خودم سمپات درس خوندم، سمپات درس دادم. من از وقتی که رفتم سمپات از سال 68 تا الان 33 سال داره میگذره. لزوماً بحث سمپات رفتن به معنای موفق شدن یا نشدن نیست. هر کیم غیر از این بگه اشتباه تاریخیه و بزرگی انجام داده. اما اینکه شما پایه علمیت قوی بشود به هر بهانه ای، به بهانه سمپاد، به بهانه آزمون نمونه، به بهانه ورودی فلان مدرسه، مطمئن باشید یک جایی که شما میشید کنکوری های فکر میکنم 1403 یا 1404 احتمالاً، اونجا نتیجهش رو درو میکنید و خیلی هم زود به اونجا میرسیم. پس این ببین، من خیلی از این سوالات من از قصد آدرسش رو پاک نکردم، زده کنکور سراسری. آره شاید یه کنکوری بگه آقا این سوال خیلی ساده است، اما تو هر کنکوری 7 8 سوال ساده وجود داره که اگر همونا رو بزنی 30% زدی، 40% زدی. پس این رو بیایم به قول معروف با انگیزه و بدون توجه به نتیجه های آنی و زودگذر، که حالا من سمپات قبول نشم چی میشه؟ هیچ اتفاق بدی برات نمیفته، خیلی هم خوبه. من سمپات بودم میگه، هر کی غیر از این میگه بیاد با من صحبت کنه. سمپات مدرسه خوب هست، خیلی مدارس دیگه هم خوب هستن. پس شما فقط تلاشتو میکنی موفق بشی. حالا اگر سمپات قبول بشی هزینهش کمتره، بچه های یک دست دارین. خب این امتیازاتیه که در مدارس سمپات وجود داره. پس فکر نتیجه، حالا این تست میاد و این تست نمیاد و ما قبول میشیم و قبول نمیشیم، چون خیلی دارن اینو میپرسن استاد این میاد تو آزمون. آزمون ریاضی سمپات شما 10 تا سواله. این 10 تا سوال با هر معلمی بهش بدن یه جور طرح میکنه. پس بنابراین شما فقط پایت رو قوی کن، به این جزئیات و حواشیش نگاه نکن، انشالله که نتیجه خوبی میگیریم. خب بریم، اینم که حل کردیم. آها میخوام برم سراغ احتمال. من یه ذره احتمال درس میدم یه کوچولو و بعد میریم سراغ حل بعضی از این سوالات سنگین و خوب احتمال. من احتمال رو اگر بخوام درس بدم ترجیح میدم توی ورق سفید درس بدم. که کجا داریم ورق سفید آقای برادر؟ آه فیری ما اینجاست. زدم آه اومد. خب ببینید بچه ها، من احتمال یک کسره، همه تونم اینو میدونید، احتمال یک اتفاق probability of A یعنی احتمال اتفاق A میشود N A تقسیم بر N S. تمام شد و رفت. NA چیه؟ NS چیه؟ NS کل تعداده، چون میشموریمش، کل حالات ممکن. NA چیه؟
تعداد حالات دلخواه. و هر احتمال یک کسره که کم کم صفر زیاد زیاد یکه. احتمال منفی نمیتواند باشد، یک خورده ای هم نمیتواند باشد. احتمال صفر یعنی 0%، یک یعنی 100% و بقیهش همینه. چیزی که برای من این وسط کارم رو در میاره و برای مصیبت و مشکل درست میکنه شمارشه. ما تو شمارش گیر میفتیم که حالتها رو بشموریم. خب من به سرعت با چند تا سوال کوچولو کوچولو سعی میکنم تو 10 دقیقه یک رب یک نظم ذهنی بهتون بدم که ازش بتونیم استفاده بکنیم. نظم ذهنی من با سوال شماره یک، سال پنجم: اگر یک تاس را بیاندازیم، حالا بیاندازیم باید الف به قول بعدیا بذارم، من نذاشتم، بیاندازیم، احتمال آن که عدد زوج بیاید. آقا این که ساده است. آره ساده است. من میخوام نظم ذهنی تو درست بکنم. شما میگی پی آ کل حالتهای تاس 6ه، اعداد زوجش چی هست؟ 2, 4, 6 میشود 3/6 یا 1/2. یعنی شما اگه بخوای به درصد بیانش کنی ضرب در 500ش میکنی میشه 50%. یه مرحله مثلا ما میام چیکار میکنم؟ سنگین تر میکنم. بذار یه رنگ خوبم بیارم اینجا که باش حال میکنم. خب سوال 2 با آبی مینویسم: اگر دو تاس را پرتاب کنیم، احتمال آن که هر دو یکسان بیایند چقدر است؟ هر دو یکسان بیاد یعنی چی؟ 1 و 1، 2 و 2، 3 و 3 تا 6 و 6. خب اینا چجوری حلش کنم؟ بچه ها من وقتی که دوتا تاس رو پرتاب میکنم، تاس اول من میتونه 1, 2, 3, 4, 5, 6 بیاد. حالا تاس اول من 1 اومده، تاس دوم دوباره میتونه چی بیاد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. این نمودار درختیه، کشیدنش تو کلی از مسئله ها مشکل ما رو حل میکنه. خب تاس دوم دوباره، تاس اول 2 اومده، دومیه میتونه 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب 1 و 1 یه حالت منه، 1 و 1، 1 و 2 یه حالت منه، همینجوری میرم آخریش میشود 6 و 1, 2, 3, 4, 5, 6، 6 و 6. خب تعداد این چنده؟ بعضیا همینجوری میگه 6 6 تا 36 تا، درستم میگه، یعنی من الان نتیجه میگیرم NS من 36، اما درکی از این 36 نداره، نمیدونه 36 یعنی چی. 36 یعنی 36 تا از این پرانتزا، 36 تا که توش جفت تاسا رو نشون داده چی اومده، 36 حالت کل حالت های منه. خب این NS من. حالا NI من چی میشه؟ NI من، من اول باید مجموعه A رو تشکیل بدم. A یعنی حالات دلخواه. بیا A. A یعنی مجموعه حالات دلخواه من. میگه مثل هم بیاد 1 و 1، 2 و 2، 6 و 6 تا آخر. خب پس از این دوتا NI من چند میشه الان؟ NI من میشود 6. حالا چه نتیجه میگیریم؟ پی آ میشود 6 36 هم، 6 36 هم ساده میکنیم میشود 1 6 هم. حالا شما به من برمیگردی میگی که دو تا تاس و یه سکه. خب 6 تا حالت تاس اول، 6 تا حالت تاس دوم، 2 تا حالت سکه، 6 6 تا 36 تا 36 تا، 72 حالت کل منه. یعنی چی؟ 2 5 رو، 2 0 پشت، 1 2 مثلا پشت، 72 تا از اینا خواهم داشت. ما به این میگیم اصل ضرب، که اینا رو تو هم ضرب میکنیم. دو تا تاس دو تا وسیله جدان، دو تا تاس و یه سکه 3 تا وسیله جدان. حساب میکنم هر کدوم چند حالت میاد همزمان با هم میشه حاصل ضربشون. همین الان شما حساب بکن، مثلا 5 تا سکه داری با یه تاس، کل حالات چند تا میشه؟ هر سکه 2 تاست، میشه 2 ضرب در 2، ضرب در 2 میشه 2 به توان 5، 32. یه تاست یه ماشین جداست، یه وسیله جداست، 6 حالته، 32 ضرب در 6 مثلا میشه 192 تا.
این میشه کل حالات ممکنه. ما یکی از مشکلاتی که داریم شمردن حالاته و این که تو هم دیگه ضربش میکنیم اصل ضربه. ببین اصل ضرب رو یه توضیح براتون کوچولو میدم ازش رد چند برم. ببینید اصل ضرب چی میگه؟ اصل ضرب میگه اگر کار آ به ان طریق یا ام طریق چون مقدر و کار بی به ان طریق انجام شود، کار آ و ب همزمان به ام ضرب در ان روش یا راه یا طریق انجام می شود. یعنی چی؟ تاس اولتو 6 جور میتونه بیاد، تاس دومتو که یه تاس دیگه یه 6 جور میتونه بیاد، همزمان که اینا رو با هم بندازی 6 تا 36 تا یه سکر هم باهاش میندازی خدا خیرت بده، یه دو هم توی ضرب میکنی، پس میشود 72 تا. دو تا سکه داری یه دو حالت دیگه به این اضافه میشه. یعنی اگر نمودار درختشو بکشی میتونی در کل با شمارش همه حالتا به این برسی. ما به این میگیم اصل ضرب. هر وقت حرف اضافه و تو فارسی دیدی یعنی اصل ضرب. یعنی چی؟ تاس اول زوج و تاس دوم فرد. حالا الان این مثال هر کتا من اینو بهتون یاد بدم، این وعه ها نه نیست. خب این مثال ها هر کی تا اینجا حرفمو فهمید گزینه یکو بزنه، یه ذره خیالم راحت بشه که این همه من حدیث کلکی گفته که استاد آیناز گفته استاد من نمیرسم با شما سوال ها رو بنویسم چی کار کنم؟ آیناز الان استرس به خودت نده. این که من تند میگم یا کند میگم، این که شما تند مینویسی یا کند مینویسی، وقتی که هزار نفر آدم دوره همین مدل ها مختلفه، الان فقط مطمئن باش یاد میگیری، بعدن سر فرصت فیلمو بذار جزوتو تکمیل کن. الان فقط بنویس تا اونجایی که میشه، ولی اگه دیدی داره تمرکزتو به هم میزنه فقط جاشو خالی بذار، ولی مطمئن باشیم یاد میگیره. خب خدا رو شکر 94% بچه‌هامون میگن که ما فهمیدیم. خب من میخوام یه بار این با این مثال بیشتر بهتون بفهمونم، گوش کنید، همه این مثالو بنویسید. میگن که دو تاس را با هم پرتاب کنیم، احتمال آن باتریم تموم شده بود حسین عوضش کرد به خاطر این صدا رو نشنید. خب دو تاس را با هم پرتاب میکنیم، احتمال آن که تاس اول عدد فرد و تاس دوم عدد زوج بیاید چقدر است؟ همه حساب کنید خودتون، یه ذره فکر کنید و حسابش کنید. یه ان اس میخوای پیدا کنی، یه ان آ. خب شما حرفت چیه؟ میگی آقا جناب استاد، ای دریای علم، ای اقیانوس دانش، ای خرمن معرفت، ای قله عطوفت، ان اس من وقتی که دوتا تاس رو در هم ضرب میکنم 6 تا حالت این میاد طبق اصل ضرب، 6 تا حالت همون داره، دو تا ماشین جداگانن، 6 تا 36 تا. حالا برای اینکه من تاس اولم فرد بیاد، یعنی تاس اولم میتونه 1 باشه، 3 باشه، چی باشه؟ 5 باشه. خب تاس دومم زوج بیاد، ممکنه اولی فرد بیاد، این 2 بیاد، 4 بیاد، 6 بیاد، 2 بیاد، 4 بیاد، 6 بیاد، 2 بیاد، 4 بیاد، 6 بیاد. یا من میتونستم انعام رو هم اینجوری حساب کنم، بگم تاس اول 3 حالت فرده،
تاس دومم سه تا حالتش فرده، سه تا نه تا. این حالت رو نگاه کن، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. پس شما موفق میشی پیات رو بیاید چیکار کنی؟ حساب کنی. حالا انقدر این مسئله ها میشه 9 36 که میشود 1 4، انقدر این مسئله ها تنوع داره که واقعا بعضی وقتا هم گیج کننده است، بعضی وقتا هم که بله 1 4 میشه، بعضی وقتا هم گیج کننده میشه. ما به اینایی که میشمریم بچه ها اصطلاحا میگیم احتمال گسسته. یعنی چی گسسته؟ یعنی حالت دونه دونه میتونیم بشمریم. یه احتمال هم داریم، احتمال پیوسته، تو شکل اتفاق میفته. حالا اینم یه توضیح بدم، بریم چند تا مسئله اون رو حل بکنیم. ببینید بچه ها، احتمال پیوسته یعنی چی؟ همه اینو بنویسه حلش کنه. احتمال پیوسته، یه سوال میخوام بهت بدم که بهت نشون بدم که چقدر مطالب سوالهای مختلف رو با هم ترکیب میکنن. سوالم بسیار سوال ساده و خوبیه، اما خواهشی که ازتون دارم خوب دقت کن. ببین آقا، من یه مربع دارم. بگید خب مربع چقدر مزخرف شد، من از بغل که میکشم فرزن دانم مربعهایم شبیه زوزنقه میشود. شما به دل نگیرید و شما با استفاده از خطکش روبرو هم نشستید قشنگ مربع بکشید. یه مربع دارم به ضلع 4، بگید اوکی. یه ربع دایره اینجا خورده، یه ربع دایره هم اینجا خورده. این یه ربع دایره، اینم یه ربع دایره، اینم که مربعه. این قسمت رنگی، ببین چه سوال قشنگ میشه. میگه اگر تیری را به هدف روبرو پرتاب کنیم، احتمال آن که به قسمت رنگی برخورد کند چقدر است؟ این یه تسته. احتمال برخورد تیر به قسمت رنگی. حسین برام یه آهنگ میذاره، بعد من اینجا فقط یه کمکم بهت میکنم، میگم پی رو 3 بگیر. حالا برای اینکه دیگه خیلی عددات عددای چپرچلاقی نشه. آمد بهار جان ها، اشاخ تر برقصا، اشاخ تر برقصا، اشاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، اشاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. خب مشتری کسی هست بیاد حل بکنه یا نه؟ اگه کسی پای هست بیاد با هم دیگه کمک کنیم حلش کنیم، زودتر بریم سراغ تستام. سلام استاد. سلام، چطوری؟ خوبی؟ ممنونم، حضورتون قبول. قربان شما، خودتو معرفی کن. استاد من ریحانه. ریحانه زمانی از اهواز. ریحانه اهواز اینترنتش خیلی خوبه؟ نه اتفاقا 5G. تو چطور وصل میشه؟ خیلی همش میگن استاد ما نمیتونیم وصل شیم. سید رضا مجیدی هم زده 50%، همه زدن 50%. امیر مهدی زده 27 رادیکال 3، یعنی 27 رادیکال 3 و همه 1/2 زدن. خب ریحان تو جواب چند بود؟ اول جوابتو به من بگو تو با هم حلش کنیم. هم راه حالم کامل نرفتم، اما خب چون میدونستمش گفتم بیا ما حلش کنیم. خب پس بیا با هم قدم به قدم بریم که بچه هم اذیت نشن. بریم استاد باشه. خب بریم اول... با تو به من بگو، من میپرسم تو بگو. من اول ریحان من میپرسم بعد بگو. NS همون چجوری به دست بیارم؟ NS استاد من اول اومدم مساحت مربع رو به دست آوردم، شد 4 4 تا 16. خب NS هم مساحت مربع راست میگه. شما تیرت قراره تو کل این صفحه بخوره. این صفحه مربع یک مساحتی داره، ما به این میگیم احتمال پیوسته، شمردنی مساحتیه. پس 4 4 تا
16 تا. حالا ان آی من اینجا می شود مساحت قسمت رنگی، مساحت رنگی، درسته؟ بله. اینو چجوری پیدا کنم؟ این شکل خیلی عجق و عجقه. من حالا این شکل در واقع میتونیم بگیم دوتا نیم دایره است که روی هم قرار داده شدن. اول باید مساحت این دوتا رو به دست بیاریم، بعد اونو منهای 16 کنیم. خب یه اعتراض دارم و یک انتقاد بگم. بله بفرمایید. یه جاشو بی‌دقتی کردم. نه حالا شاید هم اصلا من چون از منظر ساده تر میخوام برخورد کنم. بچه همه به من نگاه کنن، ریحانم کمک میکنه. اگه من مگه نمیخوام این رنگی رو پیدا کنم ریحانه؟ مگه نه؟ بیام کاری که انجام میدم یه مثلث متساوی، یه مثلث قائم و قطر اینو بکشم. بگو خب. خب اگر یه ربع دایره رو، ربع دایره ای که میگم یعنی این ربع دایره منه دیگه، اگر یه ربع دایره رو من بیام منهای مساحت این، منهای مساحت این مثلث بکنم، یه نصفه این شکل رنگیه به وجود میاد. قبوله یا نه؟ بله. یعنی من بیام یک چهارم دایره رو حساب کنم، یه مثلث قائم الزاویه مساحتش رو حساب بکنم، اینا رو اگر از هم کم بکنم یه نصفه برگ به وجود میاد. این توضیح دادنش ساده تره. قبول داری تا اینجا؟ خب بله. بیا... مثلث خب. مساحت مثلث که بخوام به دست بیاریم اسم مثلث میشود چی؟ 4 4 16 تا تقسیم بر 2 8. پس اس مثلث هم 8 شد. اس ربع دایره چی میشه؟ اس ربع دایره چون پی رو به ما گفته 3 بگیریم، بعد ربع دایره است، باید بیایم بگیم که میتونیم بگیم قطرش، یعنی در واقع 8 ضرب در 3. نه 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 قطر چرا؟ گوش کن، وقتی من میگم این ربع دایره است بچه‌ها، شعاع ربع دایره من همون 4 دیگه. 4 به توان 2، شعاع به توان 2 ضرب در عدد پی تقسیم بر چند؟ 4. چون یک چهارم دایره است. ببین 4 به توان 2 شعاع دایره، ربع دایره این ضرب در عدد پی که 3 تقسیم بر 4، 4 با 4 به توان 2 ساده میشه چند؟ 12. 12 تا. پس اس این نیم برگه رنگش میکنه. اس این نیم برگه میشود چهار. بعد حالا چون دو تا از این نیم برگه داریم، باید بگیم که پس... 2 ضرب در 4 میشه 8. آها پس این یه تیکه میشه 2 4 تا. ببین بچه ها این سوال تو پنجم ششم میدن، ولی به جرئت میگن به بچه های دبیرستانی میدن نمیتونه حل بکنه. میشود چند؟ 8. باید بگیم که پی ای مساوی است با ان ای به روی ان اس که میشه در واقع 8 به روی 16 که میشه 1/2، یعنی همون 50%. دقیقاً همه دوستانی که گفته بودن 1/2 کامل گفتند. خاطره زده که چرا این سوالا واسه من انقدر سخت میان؟ خاطره برای اینکه 2 سال مسئله حل نکردیم، 3 سال شادم. از وقتی که کرونا اومده بچه‌ها مشقاشون رو تقلب کردن، محاسباتشون رو با ماشین حساب و با موبایل انجام دادن. خب وقتی که شما محاسبات نمی‌کنی، هی سوالای کمی می‌بینی، خب این سوالا سوالایی که باید تو کتاب تست آدم ببینه، تو کلاس مطرح بشه تا بتونه اگه یکم سخت درشو داد بتونه از این روش‌ها جمع‌بندی بکنه، استفاده بکنه. خب ما اینا رو نداریم. اینم عملاً شد، اینم عملاً شد. ریحانه سر صدا چرا بچه رو اذیت می‌کنی؟ ریحانه چیکار به اون بچه داری تو؟ ریحانه تو درس تو بخون، تو چرا داری بچه رو میچزونی ریحانه؟ ریحانه نک دیدی مامان و بچه وقتی که به اینجاشون میرسه بچه بزرگتر آماج حملات و نمیدونم این حرفا قرار میدن، میگه حتی بزرگتری تو عاقلتری ازیتش نکن. دقیقاً، یعنی همیشه بچه های بزرگتر بدشانسه ها باید عاقلتر باشن. خب ریحانه فهمیدیم اینو؟ بله بله متوجه. برو برو تا الان سر صدای بیشتری رو به خورد خلق ندادی ریحانه. خب بچه ها اینم از یک توضیح از احتمال گسسته. کسایی که حرفای منو فهمیدن گزینه یکو بزنن. بعضیا میگن یه بار دیگه توضیح بدید. بچه ها یه بار دیگه توضیح دادنش برای خیلی سخت میشه. فیلمو من همینجوری 3 بار توضیح دادم الان در طول خود سوال. حالا اگر برید فیلمو ببینید مطمئنم که ان شاءالله قطعا کاملا میفهمید. اما اینی که من گفتم صرف تا صد احتمالی، انقدر تنوع تو سوالاش هست نگو نپرس.
من چند تاشو براتون الان حل میکنم تا انواع جور و جور خفن ناجورش هم ببینید که اگه وقت تو آزمون اومد پسش بر بیاد. خب حسین یه آهنگ برام میذاره که بچه‌ها یکم به این سوال فکر کنن با هم دیگه بریم حلش کنیم. نورت زیادوم اون لحظه وانی که با تو بودم، آتش عشق تو دومنی زد به تو رو بهار بهترین بهانه است برای بازگشت پرندگان از کوچ. بهار من بازگشت توست، بازگشت تو، بازگشت انقدر زود گذشته، اصلا احساس کم بوده وقت شدید دارم. الان شد ساعت 9:20 دقیقه دیگه کلاس تعطیله. پس خوب گوش کن، یکم هم خودم حل میکنم ببینید چیکار. بچه این سوالی که ممکنه گیجتون بکنه طبیعیه، هیچ فدای سرتون. انقدر از این سوال گیج کننده زیاده که اگه تو چهارتاش هم نفهمی هیچ به قول معروف ایرادی به شما وارد نیست، ایراد به من وارده، به طراح سوال وارده، به کسی که اینا رو میخواد به خورد شما بده. اما حالا من خواستم فقط با چند تا جور و جورش حداقل تو این فرصتی که داریم آشنا بشید. میگه از ظرفی با دو مهره سفید و سه مهره سیاه. بچه‌ها من همیشه میام یه شکل میکشم برای خودم. حالا یک موقع وقت میگیره، من دوست دارم بکشم دو مهره سفید سه مهره سیاه به خاطر اینکه بهتر بفهمم. خب این ظرف منه. میگه دو مهره رو با هم بیرون میارم. خب احتمال آنکه حداقل یک مهره سیاه بیرون آمده باشد چقدره؟ من اولین چیزی که اینجا برام مهمه NS همه. بچه ها خوب ببینید، من اگر بخوام دو تا مهره رو با هم بیرون بیارم، یعنی ببین اگه من اینا رو شماره گذاری کنم ببین چی میشه، بذار با یه رنگ قرمز شماره گذاری کنم به این مفهومش حداقل بفهمید. 1 2 3 4 5 ممکنه شانس من 1 و 2 بیاد بیرون، یعنی مثلا 12. ممکنه 1 و 3 بیاد بیرون، 1 و 4 با هم بیاد بیرون، یا 1 و 5 بیاد بیرون. ممکنه 2 و 3 بیاد بیرون، چون با هم هم برمیدارن دیگه 1 و 2 و 1 و حالت جدید در نظر نمیگیرم. ممکنه 2 و 3 بیاد بیرون، ممکنه 2 و 4 بیاد بیرون، ممکنه 2 و 5 با هم بیاد بیرون. خب بعد حالا میرم سراغ 3. خب ممکنه 3 و 2 قبلا اومده، چون 2 و 3 بوده دیگه، ممکنه 3 و 4 بیاد بیرون. حالا چرا اینجا ویرگول گذاشتم وسطش، همانه که ویرگول نذاشتم که. خب ممکنه 34 یا 3 و 4 با هم بیاد بیرون، یا ممکنه 3 و 5 با هم بیاد بیرون، و بعدم یه حالت هستش که ممکنه 4 و 5 بیاد بیرون. خب یکی میگه چرا 5 و 4 نمیگی؟ چون دوتا مهره که در میام چه بگم 4 و 5، چه بگم 5 و 4، چه فرقی میکنه؟ چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پس NS من چند تا شد؟ 10 شد. من هیچ فرمولی بلد نبودم این 10 رو پیدا کردم. فرمول دلت میخواد؟ فرمولی که نه، روش. ببین چیکار میکنم. میگم که تاس اولم تعداد انتخابش چند تاست؟ 5 تا. این 5 یعنی تعداد مهره، میگم تاس، تعداد انتخاب من برای مهره اول. تو دستتو داری 5 تا مهره جلوت چیده باشن، میخوای یکیشو انتخاب کنی، چند تا انتخاب داری؟ 5 تا. خب یکیشو برمیداری، برای بعدی چند تا انتخاب میمونه؟ 4 تا. 5 4 تا چند تا میشه؟ 20 تا. اما من میام به یه دو هم تقسیم میکنم. چرا؟ چون این 20 تا داره تکراری میده. 1 و 2 رو میده، 2 و 1 هم میده، 1 و 3 رو میده، 3 و 1 هم میده، 4 و 5 هم میده، 5 و 4 هم میده. پس به یه دو تقسیم میکنم، 5 4 تا 20 تا،
تقسیم بر دو می شود ده. ولی اگرم نبود من تونستم تو این سوال همه حالتشو بنویسم. NS من چند شد؟ ده. حالا میگه حداقل یه مهره من چی باشه؟ سیاه باشه. خب سیاهای من چند تا چند بود؟ 3 4 5. یعنی کم کم یا 3 یا 4 یا 5 توش باشه. ببینم کدوماش. این هست، این هست، این هست. خب اینم دوباره 3 داره، اینم 4 داره، اینم 5 داره. اینم 3 و 4 رو داره، جفتش سیاه، گفته حداقل جفتش هم سیاه باشه، مشکلی نداره که. 3 و 5 هم قبوله، 4 و 5 هم قبوله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب حالا جواب من چند میشه؟ PA میشود 9. ما خیلی فرمول های دیگه ای داریم که میتونم اینا رو با فرمول های مختلفی برم، اما سوالات تیزهوشان یک اصلی درش وجود داره که قراره توش از هیچ فرمولی استفاده نشود مگر فرمول های نوشته شده در کتاب درسی. یعنی اگر تو کتاب درسی فرمولی رو گفته اون قطعا نیازته، وگرنه تو به فرمول دیگه ای نیاز نداری. کسایی که اینو فهمیدن، آیدت پرسید در چه وقتی مهمه که 4 و 5 و 5 و 4 دو تا حالت جدا در نظر بگیرم؟ بلکه دارم دو تا مهره در میارم، مگه فرق میکنه بلکه دو تا در کدوم اول کدوم دوم؟ اما یه وقت دارم از بین آدما خلبان و کمک خلبان انتخاب میکنم، یه بار این ممکنه خلبان باشه این کمک خلبان، یه بار ممکنه این کمک خلبان باشه اون یکی خلبان. یا مثلا رئیس و معاون، مثلا میگیم علی رئیس، محمد معاون، و یه گروه دیگه اگه ترتیب بدم که محمد باشه رئیس، علی معاون، اینجا دیگه باید گروه ها رو جدا در نظر بگیرم. میگه اینجا این تقسیم بر دو نیازی نیست، کما اینکه اگر 3 تا دونه بود 3 تا مهره میخواستم در بیارم بچه‌ها باید به 6 تقسیم میکردم، چون 3 تا مهره 6 جور تکرار میشن، جاهاشون عوض میشه. کلیت مطلب رو بگیرید تو تست هایی که راه حل دارن شما به شدت کارتون آسون خواهد بود و مطلب رو میفهمید. همه بریم سراغ این تست معروفی که همیشه میخواد راجع به جنسیت فرزندان یک خانواده، انواع مختلفش وجود داره عملا، که خانواده 3 فرزند دارد، فقط اگر بخوایم یک احتمال اینکه فقط یک فرزند دختر داشته باشد چقدر است؟ کی میاد روی خط؟ حسین کسی رو داری مشتری؟ یکی بیاد فقط ریحان زمانی نباشه. استاد سلام. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ممنون، مرسی، زنده باشید. خودت زنده باشید، خودتو معرفی کن. من حدیث کلکی هستم استاد. از دیوان در حدیث، هوا چطوره؟ اونجا فکر کنم الان هوا خیلی خوبه. خوبه آره، ولی چند روز گرد و غبارش شدید داشتیم. آره ما هم که داشتیم، میگن از سمت شما هم اومده دیگه، شما بیشتر از ما داشتید ولی ما هم زیاد داشتیم. حدیث؟ بله استاد. اینکه 3 فرزند داشته باشه، خب. یعنی فرزند اول احتمال داره که پسر خب. باشه و دختر باشه. وایسا وایسا باریکلا. حدیث نمودار درختی بکشیم اینطوری بهتره. حدیث حدیث دقیقه صبر می‌کنی؟ حدیث حدیث کوچولو صبر می‌کنی؟ حدیث حدیث ببین تو دقیقاً داری درست چرا من دستم کار نمی‌کنه؟ الان فکر کنم کار کن. حدیث ببین تو داری درست میگی، میگی فرزند اول. بچه این جدول من بچگی، چون معلم من با این یادمون داد، منم به شما اینجوری یاد میدم. جدول اول فرزند اول چند جور میتونه باشه؟ دوتا. یا دختر یا پسر. یا فرزند پسر باشه یا دختر. دومی هم چند حالت میتونه داشته باشه؟ دوتا. سومی چند حالت میتونه داشته باشه؟ دوتا. پس اینا رو که شما تو هم ضرب کنید، دو دوتا چهار تا، چهار دوتا هشتا. یعنی بچه ها جنسیت فرزندان خانواده اگه 3 تا باشن 8 جوره. حالا یکی میگه من نمیفهمم یعنی چی، بیا بفهم. یعنی دختر 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 پسر دختر پسر دختر پسر دختر دختر. یه دفعه 3 تا اولی ها رو میام پسر میگیرم، پسر 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 دختر. درست حدیث؟ بله. جاهاشون عوض میشه، پسر دختر پسر دختر پسر پسر. چند تا حالت شد؟ حالت داریم جور دیگه پسر، میشه پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر پسر. خیلی خوب، خیلی خوب. پس کلن 8 حالت شد. حالا این آی من داره چی میگه؟ میگه احتمال اینکه فقط یه دونه دختر توش باشه، فقط یه دونه دختر رو میام میشمرم. خب کدوم فقط یه دونه دختر توشه؟
این سه تا دختره، این دو تا دختره، این دو تا دختره، این دو تا دختره، این یه دونه دختره، اینم یه دونه دختره، اینم یه دونه دختره. یه دونه دختره. پس ان آی من اینجا چند میشه حدیث؟ سه. خب حالا پی آ چی بود بچه ها؟ ببینید من فقط میخوام با این سوال آشنا باشید. سه به روی چند؟ هشت. سه به روی هشت افتاد حدیث؟ بله. شکیلا و اسمرادی پرسید استاد چگونه میتوانم فیلم کلاس رو دانلود کنم؟ عمرم بتونی دانلود کنی شکیل، اگه دانلود بکنی استاد، برای قسمت جلسه سفرش میتونست دانلود کنه. میشه دانلودیه صفر و یک؟ صفر و یک رو دانلود کنید. صفر و یک رو دانلود کنید. صفر و یک رو دانلود کنید. بقیهش هم راحت داره، با دوربین میتونید فیلم بگیرید، ولی دانلود نمیتونید بکنید. چون اگه دانلود بشه که نمیشه، همه تو بازار فیلم هم پخش میشه اینجوری. خب حدیث خوب بود، فهمیدی تا اینجا همه کلاس فهمیدی حدیث؟ بله مرسی استاد، شبتون بخیر. حدیث برو سلام برسون به خانواده حدیث. خب بریم. یکی به من پیام دادهش که آقا ما فیلم های استاد حیدری و استاد واعظی رو در تلگرام پیدا میکنیم، چرا فیلم شما رو پیدا نمیکنیم؟ گفتم یواش یواش فیلم ها رو انشالله پیدا میکنیم، ولی بچه اینقدر هزینه های کلاسینو پایینه که هزینه اینترنتت که بخوای دانلود بکنی، دو ساعت براش وقت بذاری، حالا اگه بشود دانلود بشه که نرم افزار طوری طراحی شده که این اتفاق نمیفته، واقعا ارزشش رو نداره. یعنی به نظر من شما اگر فیلم ها رو شرعاً خیلی به قول معروف با حفظ اخلاق بیای مثلا ثبت نام بکنی توی کلاس و یک سال توی پنلت باقی میمونه این فیلم ها، خب این خیلی ارزشمنده. حالا یه وقت هم یه دوستی دارید میخواد اونم بیاد پیش تو بشینه فیلم رو نگاه بکنه، قطعا دوستان ما همه راضی ان، مشکل نداره. اما دانلود کردن و نمیدونم فیلم گرفتن و کپی کردن یه مقدار خب کار درستی نیست. حالا اگه کسی هم کرد خب کرده دیگه. خب بریم آقا اینجا نگاه کنیم. این سوالا رو دیگه من شک داشتم که اصلا بهتون بگم یا نگم، منتها حالا چون دادم حل میکنم. یکی دو تاشم که سخت‌تر حل نمیکنم، خودت بری دست و پنجه باش نرم کنی. میگه تاس سالمی را پرتاب میکنیم، اگر عدد فرد ظاهر شد یک بار دیگر پرتاب میکنیم و اگر عدد زوج ظاهر شد دو بار پرتاب میکنیم. چقدر احتمال دارد مجموع تاس‌های پرتاب شده کوچکتر از 5 باشد؟ این واقعا سوال سنگینیه، ولی جوابش میشود گزینه دو. ترجیح میدهم خودت بری یه ذره باهاش کار کنی، من یا براتون حل میکنم یا فیلمش رو حلش رو میگیرم تو گروه براتون میذارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان اگه توضیح بدم یه سری فرار میکنن، جیغ میزنن و دیگه پشت سرشون هم نگاه نمیکنن. اما سوال دو رو حسین یه آهنگ کوچولو برامون میذاره، همتون میتونید حل بکنید. اصلا سوال سختی نیست ولی سوال مهم و قشنگیه. آریم به صحرا می و خودتو، فصل بهار آریم تو باغ نکنیم گردش که گل ازاره. ای دوست دیرین شیخه و شیرین، راتی چه غمگین، امام سراغت کور بی چراغت، سختم ده داغت، دارت زیادم اون لحظه بانی که با تو بودم، آتش عشقت تو دامنی زد، سوزان وجودم، دشت و بیابون گل زمه دامون، گل یخت کن یاد تو غمگین، می نوشه سنگین خور سفره غمزین. ببینید بچه ها، مثلا این سوال الان تو آدرسش زده کنکور سراسری. حالا این کنکور سراسری برای کی بوده، چطور بوده، ایناش اصلا مهم نیست، منتها میخوام بگم با اطلاعاتی که شما دارید تست کنکور هم میشود تر شود و حل شود، منتها خب یه مقداری برای شما تمرین و تکرار لازمه تا به اون حد از آمادگی برسید. من اینو میخوام خیلی به زبان ساده بیام براتون مطرح کنم و بعد امیدوارم یه سریاتون از احتمال خوشتون بیاد، اصلا خودتون برید مطالعه کنید. احتمال اصلا بازیه، درس خشک نیست، معما حل کردن یه
بازی هایی که خیلی از این بازی هایی که شما میبینید حتی به عنوان تردستی و شعبده بازی میان توی این برنامه تلویزیونی اجرا میکنن بر اساس علم احتماله، یعنی طرف میاد یک سری احتمالات رو در نظر میگیره و بر اساس اون یک اتفاقی قطعاً به اصطلاح پیش میاد. خب بریم همه اینجا گوش کنید. مهشاد شریفی زده که استاد من از کجا باید عضو گروه بشم؟ خوب شد مهشاد اینو پرسید. این شماره واتساپ منه 0933 20 55 829. ببینید دوستان من، اگر کسی پیام داد ذکر کنه که کلاس هشتم نهمه که ما بتونیم گروه رو براشون چیکار کنیم، اسمشون رو سیو بکنم و بعد دیگه حالا به قول معروف کارمون رو پیش ببریم ایشالله. حله؟ بریم بریم. خب میریم سراغ حل سوال. میگه که دو ظرف داریم، اولی شامل دو مهره سفید و یک مهره سیاه. خب من یه ظرف میکشم، یه ظرف میکشم، دو مهره سفید توی اولی و یک مهره سیاه. شکل اگر نکشم گیج میشم، قاطی میکنم. و بعدی یک به اصطلاح بگه که اولی دو مهره سفید و یک مهره سیاه و دومی دو سفید و سه سیاه. خب من یه ظرف دومم دارم. خب این ظرف دو تا سفید داره، سه تا سیاه داره، دو سفید و سه سیاه. خب تا اینجا من شکل رو که میکشم با یه نگاه کردن یه چیزای دستگیرم میشه. میگه که از ظرف اول یه مهره رو به تصادف چشم بسته بر میدارم و میذارم توی ظرف دوم. بازی دیگه، چشمم رو میبندم یه مهره بر میدارم میذارم توی ظرف دوم، این ظرف اول، این ظرف دوم. بعد میگه از ظرف دوم یه مهره میارم بیرون. خب که چی بشه؟ احتمال اینکه این مهره سفید باشد چقدر است؟ ببین، پس من از ظرف اول یه مهره برمیدارم میذارم توی دومی، حالا از دومی هم چشم بسته مهره برمیدارم، میخوام احتمال سفید بودنش رو پیدا کنم. من باید بتونم این مسئله رو به زبان ریاضی بنویسم. ببین به زبان ریاضیش چی میشه؟ به زبان ریاضیش این میشود، میشود که مهره اول که برمیدارم، مهره اول من یا سفیده یا چیه؟ سیاه. شما یه مهره داری بعد نمیدونی که چی برداشتی، که یا سفیده یا سیاهه. خب اگر سفید باشه احتمال که سفید بیاد بیرون دو سومه، چون توی ظرف اول من احتمال اینکه سفید بیاد بیرون سه تا مهره دارم، دو تا سفید، دو سومه. احتمال اینکه سیاه بیاد بیرون چیه؟ یک سوم. تا اینجا قبوله؟ حالا یه و داریم. ببین و یعنی بچه ها ضرب. این یا بود، یا سفید یا سیاه. یا یعنی به علاوه، یعنی من بالا رو حساب کردم، پایین رو که حساب کردم با هم دیگه جمعشون میکنم. حالا بیا نگاه کنیم، مهره اولم سفید در اومده، دو سوم. خب سفید رو که بذارم این تو، سفیدم یکی اضافه میشه دیگه. بذار با یه رنگ دیگه سفیدم رو بکشم که شما بهتر. خب سفیده که این تو برداشتم گذاشتم این تو، یه سفید اضافه میشه دیگه. حالا میگه مهره که از دومی ور میدارم هم سفید باشه، پس میشه ضرب در سه شیشم، چون سفیدم یه دونه اضافه شد دیگه. پس ببین، یه مهره برمیدارم سفید، پس احتمال سفید بودن دو سومه، و میذارمش این تو، یه مهره دیگه برمیدارم، و یعنی ضرب، حالا سفید بودن این میشود سه شیشم. جواب اینو که ساده میکنم چه اتفاقی میفته؟ دو سوم ضرب در سه شیشم سه با سه ساده میشه، جواب نهاییش میشود یک سوم. حالا اگر سیاه وردارم، خب یه یا هم داریم دیگه، مگه من شانسم همیشه گفته این سفید ورداشته بشه؟ حالا فرض کن اینی که من ورداشتم سیاه باشه، احتمال سیاه ورداشتن چقدره؟ یک سوم. یه سیاه که به این اضافه بشه، حالا من از این بخوام یه دونه بردارم، احتمال سفید بودن این دفعه میشود دو شیشم، چون سفیدام همون دوتا مونده. اینا رو که تو هم دیگه ضرب میکنن میشود یک نهم. یا این اتفاق میفته، اولی سفید و دومی سفید، یا این اتفاق میفته، اولی سیاه و دومی سفید، چون در هر حال قرار بود از دومی من سفید بردارم.
خب این دوتا رو میتوانم یا یعنی جمع و یعنی ضرب یا یعنی چه جمع، این دوتا رو با هم دیگه میام جمع میکنم، یعنی میشود یک سوم به علاوه یک نهم این پی آ، این جواب نهایی من. مخرج مشترکم که اگر 9 بشه میشه 3 برابر شده 3 تا 9 تا پس این میشه 3 به علاوه 1 که جواب میشود 4 نهم. 4 رو به 9 تقسیم بکنی میشود 44 صدم. این یه سوال تقریبا پیچیده بود، سوالی که بچه ها مثلا توی سال 10 و 11 باش درگیر میشن تو رشته ریاضی و تجربی، اما واقعا تو آزمون ها گاهن همچین سوال هایی هم داده خواهد شد. این که حالا شما بگی من این خیلی برام سخته، من به تو حق میدم، اما به هر حال وظیفه این بوده که منم یه نمونه از اینا رو هم به تو نشون بدم. هر کتاب تستی هم که باز کنی تا دلت بخواد از این تیپ سوالای عجق و عجق و جور و جوره. میگه یه بار دیگه توضیح بدم، یه بار دیگه توضیح میدم که دیگه احتمالاً کلاسمون هم تموم میشه. 9:16 دقیقه است الان، توضیح بدم دیگه ان شاءالله کار جمع میشه. ببینید بچه‌ها، من یه مهره دارم برمیارم، مهره اول من یا سفید یا سیاه، مهره دوم من فقط باید چی باشه؟ سفید. اولی فرقی نمیکنه. حالا اولی مگر سفید بیاد بیرون، خب میشود احتمال سفید بیرون اومدنش چقدر؟ 2/3. و دومی سفید بیاد بیرون، تو یه سفید به این اضافه کرده بودی، میشود 3 سفید 3/6. اولی اگر سیاه بیاد بیرون احتمالش 1/3. خب تو یه سیاه به این اضافه کردی، یعنی سفیدات دست نخورده. حالا اینکه از این دومی میاری بیرون سفید باشه میشه 2/6. اینا رو که تو هم ضرب میکنی یا یعنی جمع، بهش میگیم اصل جمع، یا این یا این، یا این حالت اتفاق میفته یا این حالت، میتوانم احتمالات دوتا حالت رو جداگانه حساب کنم و با هم جمع کنم. خب من حساب کردم که اگه اولی سفید بیاد دومی سفید بیاد میشه 1/3، اولی سیاه بیاد دومی سفید بیاد میشه 1/9، یا این میشه یا این میشه، با هم دیگه جمعش میکنم میشود جواب 4/9 یا 44/100. این شد یک مروری روی مطالبی که ما داشتیم. یه سوال دیگه هم هست، اینم سریع بهتون بگم ازش رد چند برم، اینم سوال قشنگه، اینم سریع توضیح بدم براتون. میگه در یک جعبه 8 توپ سفید، ببین 8 تا سفید دارم، بعد داره میگه که 7 تا قرمز دارم، 7 تا توپ قرمز دارم، 10 تا توپ آبی دارم. ببینید بچه ها، میگه اگر با چشمان بسته بخواهم تعدادی از توپ ها رو از جعبه خارج کنم، کم کم چند تا توپ بردارم تا مطمئن شدم کم کم یه سفید برداشتم. من باید در اینجور سوالایی که بهم میدن بدشانسترین حالت رو انتخاب کنم، بدشانسترین حالت. من چی دلم میخواسته؟ یه توپ سفید داشته باشم. من اگه خیلی بد شانس باشم چه اتفاقی میافته؟ اول میام 7 تا قرمزم رو برمیدارم و آبیام و یه دونه سفیدم تو دستم نمیاد. مگه من کلن الان عملاً بخوام به اصطلاح توپا رو در بیارم خیلی بد شانس باشم، ممکنه سفیده اصلا حالا حالا دست من نیاد، همه قرمزا بالا بیان، همه آبیام بیان بالا، 7 و 10 17 تا مهره بیاد هیچ کدومش سفید نباشه، اما 18مین مهره رو که بردارم چی میشه؟ سفید. یه تیپ سوال معروفیه که مثلا تو آزمونا با اینا بازی میکنن که اینگه بد حالت ترین، بد شانس ترین، که من خیلی بد شانسم، میخوام سفید بیاد بالا، همه قرمزا میان، همه نمیدونم آبیام میان، اما سفیده بعد از اینا میاد، دیگه چاره دیگه ای نداره. من 17 تا مهره بیارم سفید نباشه، قطعا 18مین دیگه از چی انتخاب میشه؟ از سفیدها. خب بریم برای بعدی. میگه در تست قبل حداقل چند توپ برداریم تا مطمئن باشیم دوتا توپ همرنگه. حالا اینجا نگاه کنید شما، من 7 تا 10 تا آبی 7 تا قرمز 8 تا سفید دارم، میگه چند تا توپ بردارم که خیالم راحت بشه که حتما اینا همرنگن، دوتا توپ کم کم همرنگه. من اگه خیلی به اصطلاح بد شانس باشم اولی رو برمیدارم سفیده، دومی همرنگش نیست، چی میشه؟ قرمز میشه. بعد شانسم سومی هم یکی دوتا از چی در میاد؟ آبی. یعنی 3 مهره برداشتن که رنگشون مثل هم نیست، خب قطعا مهره 4 یکی از اینا میشه دیگه، اون موقع کم کم دوتاش هم رنگ میشه، پس یعنی جواب این میشود گزینه شماره چی؟ 4. این هم یه مدل سوالاتیه. و سوال 23 مون
میگه در تست قلب حداقل چند توپ برداریم تا مطمئن شویم دو توپ غیر همرنگ برداشتیم. دیگه اینو خودتون میتونید چیکار کنید؟ کاملا حساب کنید. خب بچه‌ها دستتون درد نکنه. روبوکاپ چی هست؟ یه سری آزمون‌های برگزار میشه تو خیلی از مدارس تو سطح کشور. یکیش هم روبوکاپه. یه آزمون بین‌المللیه. آزمون تیمز هست، روبوکاپ هست و چند تا آزمون دیگه. اما آزمون‌هایی هستن که حالا دل بخواه و خیلی هم شرکت کردن یا نکردن توش نفعی یا ضرری نداره، اما براش نمونه سوالاش ما استفاده می‌کنیم. این آزمونایی که در سطح مثلا قاره، در سطح جهان، بعضیاشون برای چند تا کشور برگزار میشه و آزمون‌های خصوصی هستن. خب بچه‌ها دستتون درد نکنه. اونایی که از کلاس امروز راضی بودن با توجه به سرعت وحشتناک من، حسین گزینه‌ام صفر کن، یه رضایت بگیرم از بچه‌ها ببینم چطور بود. با خیال راحت شما رو به خدای بزرگ بسپارم تا یک شنبه فصل 2 رو می‌خوام و 3 رو با هم دیگه چند تا سوال مهم ازش حل کنیم تو زمانی که داریم. خب الحمدلله، مرسی، ممنون از همتون. 86% از کلاسمون تا اینجا، 92%، خیلی عالی شد. مرسی. عادت کردن به 90 به بالا، ولی خب واقعیت اینه که بعضی وقتا هم سخته و ممکنه یه سری ها ارتباط نگیرن. 93% راضی بودید از کلاس. بچه‌ها خیلی خوشحالم کردید. عذرخواهی میکنم که سر افطار مزاحمتون شدم، ولی ثوابتون تو درس خوندن بیشتر هم میشود، ثواب روزه گرفتنتون با این شرایط. مرسی، به امید دیدار، خدا نگهدار، متشکرم.